پرداختن به چنین افرادی، پشتی گرفتن با خوک. و من که بزرگترین اشتباهاتم تو دوران کمک کردنم این بود که من نمیومدم بذارم، میترسیدم. کار اشتباهی بود ولی باید حرف چند نفر رو گوش میکردم و میومدم میذاشتم. اگر هم واقعا به کسی برخورد شوخی های ما، من خودم به شخصه عذرخواهی میکنم، همون حدی که خیلی راحت میگم به چی خیلی راحت هم تا عذرخواهی میکنم. سلام رفقا، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروز هم با اخبار و حواشی اخیر در خدمتتونیم. حرفای جدید پوتک راجع به 200,000 دلار کمکش. پوتک میگه اشتباه کردم که مدرک رو نکردم. فحاشی دوباره امیر تتلو به مردم ایران و معذرت خواهیش از مردم ایران. سروش هیچکس به فدایی میگه سپاهی و چند تا حواشی دیگه از رپ فارسی. امروز اومدیم این قضیه رو دنبال کنیم. پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. به همون انرژی بدید. راستی زنگوله رو یادت نره بزنید تا اولین نفر از اخبار و حواشی ها با خبر بشی. بچه ها من متاسفانه سرما خوردم، به خاطر همین یکم صدام تغییر کرده. همین صفت یه استوری میذاره که گویا اولین آیفون 15 ایرانو داره که الان عکسش هم دارین روی صفحه میبینید. اولین 15 ایران دست داش حمید که اماد قفیدل میگیره روی همین صفت و میگه که واسه دیده شدن میری پایین شهر ویدیو کلیپ میگیری با بچهای کار، بعد فخر اولین آیفون 15 رو به مردم میفروشی. این چیزا خوشحالت میکنه؟ چه دنیای کوچیکی داری. همین چیزاست که میگم شما پر از تناقض هستید. اگه یادتون باشه یه مدت قبل شروین حاجی پور خیلی درگیریه تو رپ فارسی داشت، مخصوصا با خرسه، و همون موقع هم بین درگیریه همین منیجر سهراب ام جی به این اشاره کرد که شروین مجوز گرفته. من هی میخوام از حاشیه دور باشم، نمیشه. این دوروبری ها، خود شروین من یه بار دیدم بچه خیلی خوبیه، ولی این دوروبری ها چرا انقدر انخورن آخه؟ شروین جون یه ذره جلوی اینا رو بگیر، وگرنه میام میگم مجوز وزارت ارشاد گرفتی. یا حالا بعد از چند مدت خیلی جا شایع میشه که شروین مجوز گرفته و وصله و خیلی هیت به سمت شروین روونه میشه. حالا شروین اینطوری که توی این عکس دارید میبینید قضیه مجوز گرفتنش رو رد میکنه. شروین حاجی‌پور مجوز گرفت، به زودی هم کنسرتاش تو ایران شروع میشه. تبریک میگم بهت پسر. و شروین در جواب میگه که کاش حقیقت داشت. همونجور که میدونید امیر تتلو همینطوری به مردم ایران فوش میده. حتی ویدیوش هم ساختیم که امیر تتلو به مهسا امینی فوش داد که این بالا هم میاد میتونی بری ببینیش. امیر تتلو میگه که چطوری داری میچرخی به در و دیوار فوش میدی و سر و صورتتو تتو میزنی و هیچ کی کاری نداره؟ ما همین چند سال پیش 10 تا آرتیست آوردیم صورتمون رو تتو بزنی، هیچ کی خیشو نداشت بزنه، حتی رو صورت ما. رفتیم خارج زدیم تو سرما، تو غربت، بی پولی، تنهایی. کدوم یکی از خواننده‌هاتون یه تیشرت اومد بپوشه برای مرگ این بنده خدا؟ کی ست آهنگ درست کرد؟ کی تو هواداری نزدیکش کشته داد و بعد بی خیال شد؟ کی گفت دیگه نرین بالای درخت نگین من میشم صداتون؟ کی هر کی از دهنش در اومد گفت و پشتتون وایساد؟ کی؟ یه اسم ببرید. همه فقط رو موج گویی خوردن و 4 تا پست استوری گذاشتن و تموم شد و رفت. کی کنسرت 20,000 نفرش کنسل شد و 1,000,000 دلار ضرر کرد؟ باز از خونه کنسرت گذاشت و شد صداتون. چطور اون موقع بس که چه یه خبر رسانی نکردین ما این همه آهنگو اعتراض کردیم؟ الان که دیدم فایده نداره و مردم فقط میرن بالا درختو دست از اعتراض کشیدیم و شما باز میخواین مردمو بدین بالا درخت؟ کی داره جلوتونو میگیره؟ به شما بود سر سالگرد همین خانم هم دوباره کشته میدادیم، یه عالمه آدم از نون خوردن میافتادن و باز یه عالمه اینترنت قط و بگی. کی اومد خودشو انداخت وسط و شد سپر بلاتونو گفت بگیرم که کی مرد و گفت خود باز از یه مرده مریم مقدس نسازین و خودتون رو ندین بالا درخت؟ عجب بابا عجب. یکم عمیق نگاه کنید، همین الان کی به فکر اینه که بزرگترین کنسرت ها رو بذاره براتون؟ کی یوتیوب فارسی و این همه ریاکشن کار و یوتیوبر آورده؟ بگو لعنتی کی؟ حتی در ادامه امیر تتلو میگه که یه ایده جدید یکی از دوستانم داد، الان ایده جالبی بود به نظرم، که روی این پیر مصنوعی ها که روشنم میشه میتونیم بنویسیم زن زندگی آزادی که یین یانگش هم برقرار شه. چطوره؟ راجع به این موضوع توی لایف میگه که الان میخوایم با هموسی ها 1000 تا کیو مصنوعی تولید کنیم که روشن هم میشه. میخواستم بگم که راهی که شما تا در سایزهای مختلف یا یه سایز هم بگیم تبعیض قائل نمیشیم. نظرم من اینه که فعلا با یه سایز شروع کنیم، یه سایز ملیم. چون مشکل اینه چیه، ما این ایرا رو بررسی کردیم، دیدیم ویبراتور داره، فلان داره، بیسار داره، عقب جلو داره، فقط روشن بشه و نداره. آره و ما این چیه میخوایم روشن بشه تو کنسرت. آه نور داشته. آره برای کنسرت میخوایم 1000 نفر چیزی
این هم صرفا خیلی جالبه. آقا شما به نظر بال نمیاد. چرا این دیگه تاور نمیشه. این تاور پاره میکنه. همینطور توی لایف از مردم معذرت خواهی میکنه. ولی به طبیعت هستم که ما با هیچ کسی مشکلی نداریم. صرفا خودیم و با حالیم و با شوخی کنیم. اگر هم واقعا به کسی برخورد شوخی های ما من خودم به شخصه عذرخواهی میکنم. همون ولی که خیلی راحت میگم به خیلی راحتم تا عذرخواهی میکنم. چیزی که با حرف پیش اومده با حرفم باید تموم بشه و اگر من حرفی هر جا زدم که شما ناراحت شدید من واقعا عذرخواهی میکنم. چون قصدم ناراحت کردن کسی نبوده، من قصدم یا آگاهی رسوندن بوده یا بزرگ کردن و پیشرفت بوده یا محتوا درست کردن و اینکه حضرت و سرنره بوده. همیشه هیچ وقت قصدم ناراحت کردن شما نبوده. اگر هم ناراحت شدید اون حقیقت ناراحت کننده بله. من ربطی نداره، من صرفا اومدم راجع به یک حقیقت حرف زدم، حقیقت رو به شما گفتم. اما این دروغ حقیقتش اینه، حالا اینکه یه عده دارم تو دوره کورس میدن پول میدیدن، من که میگم که بد نیست اینکه اون داره اتفاق میفته گزیده بعد، من که میگم که بد نیست، این یه حقیقته، من نمیتونم نگم. من خودم تو دوره کورس بودی کردم تو تلفن. بوریا پوچک یه ویدیو میسازه و به یه سری از سوالای جنجالی پاسخ میده. بوریا پوچک راجع به برنامه موزیکی آیندهش هم میگه که دارم که به زودی میاد با موزیک ویدیو، 3 تا سولو دارم با موزیک ویدیو، یعنی 5 تا موزیک ویدیو دارم، چند تا پروژه خیلی خفن دارم که نمیتونم برام توضیح بدم در موردش که ربطی نداره کلا به مارکت ما. تو آلبوم چرسی هستم، تو آلبوم 21 کید هستم، دیگه تو آلبوم کی هستم نمیدونم، خیلی کار هست بچه‌ها که داریم میاد دادم ورسام. آلبوم لیتو هستم خیلی دیگه. قبل ادامه ویدیو اینو بهتون بگم که جدیدن خیلی شرکت و افراد اومدن برای نقد کردن درآمد یوتیوبرای تازه کار که بهتون میگن درصد کمی ازتون میگیریم و بعد از بستن قرارداد میفهمید که سرتون کلا رفته و نصف درآمدتون نیست و به بهونه‌های مختلف از جمله مالیات و انتقال پول و کلی چیزای دیگه از درآمدتون کم میشه. پیشنهاد تیم ما اینه که با اندروپی کار کنی، چون هم پشتیبانی قوی داره و حتی میتونه تو محافظت از محتوا کمکتون کنه و همچنین قراردادهای شفاف و درستی داره که با خیال راحت میتونید باشون کار کنید. همچنین پوتک راجب فیت مرموزش که قرار بود بیاد و به تأخیر خورده میگه که فیت سورپرایز چی شد بچه ها؟ شاید باورتون نشه، من هر روز صبح که خواب پا میشم میدونم باورتون نمیشه، ولی هم موزیک ویدیوش آماده است، موزیک ویدیوش هم خیلی خفنه، هم آهنگ آماده است، پرودوسر حاضره، همش در تماسیم، همه چی آماده است. فقط هر روز صبح که بلند میشم نگاه میکنم به این واتساپ ببینم آیا پیام میاد بوتی همه چی اوکی میتونیم پخش کنیم و واقعا دلیل آرتیستم اینقدر آرتیست مهمون قانع کننده است، پخش اثر یعنی باعث از بین رفتن کریر و چیزش میشه، باید واقعا وایسی تو موقع مون، ولی همه چی آماده است. میدونم خیلی عصبانی، هیچ دفاعی از خودم ندارم ولی به خود پوتک راجب حواشی 200,000 دلار کمکش به مردم میگه که راستی یادت نرفته که این ویدیو رو 200,000 تا لایک کنی. پوتی یعنی واقعا 200,000 تا از مردم گرفتی؟ هی میرم زیر پستای مربوط به تو میبینم نوشته 200,000 دلار معذرت. من که بزرگترین اشتباهاتم تو دوران کمک کردنم این بود که من نمیومدم بذارم، میترسیدم. کار اشتباهی بود ولی باید حرف چند نفر رو گوش میکردم و میومدم میذاشتم. حالا هرچی چک و هرچی. اون موقع تجربه‌ام پایین‌تر بود. خیلی کار اشتباهی کردم. ولی از طرفی هم دوست داشتم مثلا خیلی ریاکارانشه. این حرفم هم توی اون کامنت 100% اشتباه بوده. نه اصلا حرفم اشتباه نبوده. من خودم مطمئنم این کارو کردم. ولی گفتنش اشتباه بوده دیگه. که الان خیلی چیزا میگم مثلا میگن معذرت، بعضی لاب معذرت. ولی گفتن این حرف اشتباه بوده. معذرت میخوام اگه فکر چیزی کردی، ولی واقعا اونجوری نبوده تو دلم که اینقدر گنده شده. در کل هیچ کس بالاخره گرفت روی فدایی و در جواب یکی از مخاطبا که گفته بود چرا به فدایی دیسبک نمیدی میگه که تا حالا واسه کی دیسبک دادم که بخوام برای یک سری بیشرف دروغوی بی همه چیز که حاضرن برای باند بازی، برای افراد پرونده سازی کنن و با رسانه‌های سپاه مشارکت کنن، این کارو بکنم پرداختم به چنین افرادی هشتی گرفتن با خوک و بیشتر باعث بالا رفتن بازید و درآمدزاییشون میشه. لطفاً برای حمایت از ما اینستاگراممونو که لینکش تو دیسکریپشن هست دنبال کنید و اگر خبری از قلم انداختیم پوشش بدیم لطفاً بهمون اطلاع بدید. و در آخر نظر شما راجع به این قضايا چیه؟ من یک گیگا چت هستم و این ویدیو رو لایک میکنم.